کامران متین استاد رابطه بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما هستند. آقای متین خوش آمدید به گفتگو. محمد مرندی گفت اگه تحریم نهادهای مهم حکومت باقی بمونه برجام به درستی اجرا نمیشه. منظورش چی از این نهادهای مهم؟ میدونه در طی این سالهایی که برجام به در واقع امریکا ازش خارج شده و بر ایران تحریم‌های گوناگونی وضع شده، بسیار از این تحریم‌ها سازمان‌های عمده داخل ایران رو هدف قرار دادن که در بخش اقتصادی بسیار فعال هستند. جاهایی مثل آستان قدس رضوی، دفتر اجرای فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان به خصوص و همچنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که به سپاه پاسداران مربوطه. این بنیاد مستضعفان به خصوص و این قرارگاه خاتم الانبیا خب شاید یک سوم، بیشتر از یک سوم اقتصاد ایران رو به اشکال مختلف مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل دارن. نهادهای مربوط به دفتر خامنه ای هم به همین ترتیب. ظاهرا این مشاور تیم مذاکراتی ایران به این سازمان ها اشاره میکنه، به طور مشخص اونهایی که به سپاه پاسداران مرتبطن یا اصلا بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران هستن. و چون خروج نام سپاه از لیست سازمان تروریستی آمریکا در واقع از میز مذاکره برداشته شده، ظاهرا اشاره ایشون به این هست که اگر این مسئله به همین شکل باقی بمونه، در واقع بخشای اقتصادی ایران که مرتبط هستن به سپاه یا دفتر رهبری و اینها نمیتونن به اصطلاح به کار عادی خودشون ادامه بدن. از این لحاظ منافع اقتصادی که قرار اعاده برجام به شکلی به ایران برسونه خیلی محدود خواهد بود، اصلا صورت نخواهد گرفت. آقای متین، صدا و سیما هم یک گزارشی منتشر کرد، مدعی شد که سپاه پاسداران معاون سفیر بریتانیا رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده. بعد گفتن این فرد اصلا خارج شده از ایران به دلیل اتمام ماموریتش. ارتباطی میبینین شما بین این گزارش و بررسی لایحه استرداد محکومان در پارلمان بلژیک؟ بله، همچنان که در گزارشتونم اومد، اخبار مربوط به این بازداشت‌ها خیلی مخشوش و ظاهراً متناقض. یکی از بازداشت‌ها اون شهروند لهستانی که ظاهراً بیش از یک سال پیش رخ داده، معاون سابق سفیر بریتانیا اصلا در این سمت نبوده و ظاهراً به شکل معمولی و به عنوان یک توریست در ایران بوده و الان هم در اونجا اصلا در ایران نیست. اینکه این اخبار رو منتشر می‌کنن به این شکل، به نظر من هم به این مسئله که شما اشاره کردید مرتبطه، در رابطه با اینکه فشار رو بر کشورهای اروپایی اضافه بکنن، بگن که بله ما امکان به اصطلاح گروگانگیری برای کسب امتیازات سیاسی از اروپا رو، به خصوص در رابطه با استرداد کسانی که با جمهوری اسلامی مرتبطن، دیپلمات هستن یا در ایران مقامات بالایی داشتن و در مسائل مربوط به تروریسم یا نقض حقوق بشر شرکت داشتن و به این دلیل در اروپا بازداشت هستن، مثل همون اسدی در بلژیک یا نوری در سوئد، به اصطلاح فشار رو به ایران بیشتر بکنن که در طبق این به اصطلاح لایحه بتونن اینها رو به ایران برگردونن. اما به نظر من جایگزینی حسین طائب در هفته‌های اخیر از سوی که آقای محمد کاظمی الان جایگزینیشون شده در به اصطلاح اطلاعات سپاه بی ربط نیست. شاید آقای کاظمی میخواد به این شکل نشون بده که به اصطلاح سختگیر هست در این رابطه، کارش رو درست انجام میده و نزد رهبری مثلا کسب اعتبار بکنه، به این دلیل به این بازداشت‌ها دست دادن یا اخبارش رو به این شکل الان اطلاع رسانی میکنن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای متین. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.